دوستان عزیز میخوام امروز براتون یک پرده برداری کنم از تقلب سایبری ها در زمینه من وکالت میدهم که خیلی از عزیزان دارن به شاهزاده تا پهلوی وکالت میدهند ولی این موضوع از بس که برای جمهوری اسلامی مهم هست این با تقلب گسترده خرید رای آمده و در رای گیری ها داره دستکاری انجام میده اگه یادتون باشه چند وقت پیش ما یک رأیگیری رو توی کانال انجام دادیم که آیا به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدهید که این رأیگیری 93 درصد به 7 درصد بود که وقتی خواستم رأی ها رو تا زمان قبل از برنامه زندم رو ماهواره که وقتی خواستم رعی ها رو بخونم یک دفعه دیدم این رعی گیری به همین عددی که الان میبینید 26 درصد میگن وکالت میدهیم و 74 درصد میگن نه وکالت نمیدهیم یک دفعه دیدیم که مثلا نزدیک چند هزار رای آمده و میگویند که خیر وکالت نمیدهیم بسیار عجیب بود چون که رعی گیری خیلی ارگانیک تا ساعت مثلا از ساعت صبح که ایجاد شده بود تا همون قبل از ساعت ده شب که برنامه ماه ای داشتیم 93 درصد گفته بودن وکالت میدهیم و 7 درصد گفته بودن وکالت نمیدهیم که یک دفعه این چنین ظرف مثلا مدت ده دقیقه همه چیز شرخید این برا من باعث شد که یک تیم از بچه های فنی ملیگرایان رو بگذارم روی این کار تا ببینند چرا این گونه شده از کجا صورت گرفته و ما بریم و به ماهیت این موضوع پی ببریم حالا داستان از اونجا آغاز میشه که جمهوری اسلامی با استفاده از یک شرکت به اسم شرکت نیتروسین یک پکیج پنجه هزار... هزار نفره رأی منفی یعنی رأی به اینکه نه ما وکالت نمیدهیم خریداری میکنه و روی این رأی گیری اعمال میکنه بچه های فنی ما ردشون رو زدن این پکیج پنجاه هزار نفر است که خریداری کرده ببینید چه پولی دارن خرج میکنن اونم برای یک کانال تلگرام که خب نزدیک هفتاد هزار نفر کلا، مخاطب داره کم نیست برای کانال سیاسی ولی میخوام بگم که وقتی برای یک کانال تلگرام و یک برنامه تلویزیونی مثل ما این پول ها رو خرج میکنند پس برای رأیگیری اصلی چگونه است رأیگیری پتیشنی که ایجاد شده و همه دارن اونجا تلاش میکنن رأی بدن که یک فیلم از یک هموطنمون دیدم که این دوستمون دقیق رفته بررسی کرده و دیده در سایت change.org حالا اونجا نمیشه رعی منفی خرید چون اصلا رعی منفی نداره ولی میبینید که اونجا در سایت change.org که یک سایت بین المللی خیلی سرشون هست و همه روش حساب باز میکنن برای رعی گیری اونجا همین هم اتفاق افتاده رعی ها روی سی و هزار همین جور وایستاده هی hey, میره از اول هی hey, دوباره استارت uh, میشه هی hey, از اول هی hey, استارت میشه یعنی اونجا وایستاده و در جام میزنه و مشخص شده جمهوری اسلامی اونجا هم پولش رو خرج کرده و اونجا هم گویا یا ادمین های داخل یا کلن مسئول سایت رو خریده و اونجا یه کاری کردن یه برنامه نویسی کردن که همینجور رای ریست بشه و خیلی ضعیف بره جلو خیلی ضعیف بره جلو این یک رسوایی تمام هست برا سایت چنج داتورگ این تیکه از فیلم هموطنمون رو مشاهده کنید دوستان و هموطنان گرامی یک خبر بسیار مهم دارم ما چند روزه که داریم میبینیم که پتیشن و کارزار وکالت به, به شاهزاده رضا پهلوی تعداد امضاها در حد 300 350 هزار 380 هزار 390 هزار مونده و خیلی کند داره پیشرفت میکنه انتظار پیشرفت خیلی سریعتری بود با توجه به اینکه بسیاری از هموطنان در داخل کشور دسترسی به اینترنت ندارن یا ایمیل ندارن یا موبایل ندارن یا نگران امنیت خودشون هستن و در این پتیشن شرکت نمیکنن گفتیم شاید علت اینه تا اینکه امشب من این سایت رو تست کردم این ویدیو رو ببینید همونطوری که اینجا میبینید تعداد امضاها ها 394,910 الان رسیده برمیگردم به سایت خودم و لینک رو میزنم دوباره وارد این صفحه میشم شد 394,901 چند لحظه پیش 910 بود دوباره شروع میکنه بالا رفتن 903, 904, 905, 906, هفت 8, 910 دوازده دوباره برگشتم از صفحه بیرون و با توجه به لینکی که توی سایت خودم هست دوباره وارد شدم ببینیم الان چنده تا 912 رفته بود حالا باز از 901 شروع شد همون جوری که میبینید باز چند لحظه سب میکنیم تا بالاتر بره باور نکردنی یک سایت بین المللی در یکی از دموکرات ترین کشورهای جهان 912 بود دوباره برمیگردیم دوباره وارد صفحه میشیم ببینیم به چند رسید 928 داشته باشید الان یه مقدار طبیعی رفته جلو ظاهرا 929 930 31 چند لحظه ساب میکنیم تا باز بره بالا 933 34 دوباره برمیگردم به صفحه اینستاگرام خودم و دوباره روی لینک میزنم بریم تا 934 رفته بود بالا و دوباره از 901 شروع شد همونطوری که میبینید دوباره از 901 شروع شد تا داره یکی یکی بالا میره باور نکردنی همونطور که مشاهده کردید این هموطن قشنگ دست اینها رو رو کرد و نشون داد که چگونه اینها دارند تقلب میکنند و به چه صورت است این رسوایی سایت change.org رو نباید ازش بگذرید باید بریم بررسی کنیم توی توییتر همه جا اعلام کنیم که اینا دارن تقلب انجام میدن جمهوری اسلامی این مسئله براش حیثیتی شده پول ها داره خرج میکنه براتون مثال زدم که برا ما یک پکیج پنجا هزار رعی خریده بودن و اعمال کرده بودن رو نظرسنجی کانال تلگرام ما حالا ببینید برای اون یکی چقدر پول خرج کردن که چه ها بکنن و رای رو ریست کنن این سایت change.org باید به خاطر این دست داشتن در این موضوع مورد موخزه قرار بگیره مورد بررسی قرار بگیره آبروریزی بزرگی براش هست ممکنه هزار تا دلیل فنی بیاره بگه که نه ما اصلا این چنین نیست و آنچنان نیست و از ایران رای میاد و هزار تا چیز ممکنه بگن ولی یک دونش رو باور نکنید چیزی که ما میبینیم عقل سلیم خودمونه که هزاران نفر از هموطنان که با خود من در ارتباط هستن از طریق برنامه ماهواره من میان و میگن ما میخواستیم رای بدیم و رای دادیم و اینقدر شرکت کردیم پنج نفر تو خونه هستیم رفتیم رای دادیم ولی این آمار رای همینجور مونده و استاب کرده این رسوایی بزرگ سایت change.org هست باید ازش نگذرید کل توییتر این استاگرام رو درباره این موضوع اطلاع رسانی کنید ما باید اینها رو اگه حتی قدرت داشته باشیم یه افراد فنی رو که خیلی قوی تر باشن بتونن رو سایت کار کنن استخدام کنیم بررسی کنن تقلب چه جوری دارن صورت میدن رو سایت change.org چه کد هایی برای برنامه نویسی ریست کردن رعی ها دارن میگیرن اینا همش کد و برنامه نویسی هست و بعدش هم بدونیم که این روش های رعی گیری به نظر من چندان مورد اقبال نیست وقتی رعی گیری های بزرگتر رو توی فضاهای کشوری میان میدوزدن خب این های کامپیوتری که خیلی ساده تر هست اینها رو اطلاع رسانی کنیم دوستان بی تفاوت از کنارش رد نشیم از شما سپاس گذارم لطفا این رو به اشتراک بگذارید تا همه ای از این موضوع آگاه بشن